مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو وخت ولرې درنوریدونکو نن په خبره او نظر کې غواړم د هیواد په ریل پټلۍ باندې بحث ولرم چې کوم هیوادونو سره موږ وصل یو لدې لارې څخه څومره کارونه شوي دي کور دننه کله چې افغانستان په 2000 کال کې د نړیوال د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ نو داسې ویل کېدل چې ډېر زر به په دې برخه کې انکشاف وکړي او داسې ویل کېږي چې 2025 کاله پورې کابو 3500 کیلومتره ریل پټلۍ باید په ټول افغانستان کې جوړ شي په ټوله کې ولسمشر او یا هم افغان حکومت په دې لټه کې ده چې له شمال هیوادونو سره په دې برخه کې رغنده ګامونه پورته شي او موږ د شمال له لارې له اروپا او یا هم له نړۍ سره له دې اړخه ووصل شو اقتصادي ګټې به یې او سیاسي ګټې به یې هغه مسایل دي چې نن یې په خپل بحث کې له خپل درانه میلمه د افغانستان د ریل پټرۍ له مرستیال ښاغلي عبدالباري صدیقي صاحب سره بحث لرم ستاسو ملتیا غواړم صدیقي صاحب خوش آمدید تشکر بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم به بینندگان محترم که همین لحظه برنامه ما رو میبینن و همچنان سلام عرض میکنم خدمت کارکنان تلویزیون علیکم سلام کابل نیوز شما باز هم خوش آمدین افغانستان با کدام کشورها از این طریق وصل هستن از خط آهن بیشترشان با کدام کشورها و یا در داخل کشور چقدر اندازه ما خط آهن داریم بله خب ما برای اینکه موضوعات واضح تر شود برای کسانی که معلومات قبلی در رابطه به برنامه های انکشافی خط آهن در افغانستان ندارن و یایی که از مسائل گذشته خط آهن که چی گذشته و با کدام طرف ما روان هستیم با اجازه شما میخوایم که یک تشریحات و توضیحات در رابطه به کلن آمپلان شبکه خط آهن افغانستان داشته باشیم باز بعد از اون میریم سر موضوعات جزئیات و سوالی که شما مطرح کردین ببینیم برای همگی معلوم است که افغانستان یک موقعیت بسیار خاص و استراتژیک در سطح منطقه دارد و از کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان به آسیای جنوبی وصل میشن کشورهای خاورمیانه هم باز از طریق افغانستان میتونن به آسیا شرقی وصل شون و افغانستان به عنوان یک چهارراهی ترانزیتی و ترانسپورتی در سطح منطقه مطرح هست از سالیان سال خطوط آهن منطقه هم از طرف کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق که در اون زمان وجود داشت وصل است تا به طرف ترغوندی حیرتان دو استیشن خط آهن تقریبا از 40-50 سال قبل فعال بوده و از این طریق امکان انتقالات تا بندر ترغوندی و حیرتان موجود بود در گذشته و همینطور در جنوب افغانستان پاکستان هم خطوط آهن کنا داشتن تا طرف کویته و چمن در از اونجا خط آهن موجود بوده است و کلا خطوط آهن منطقی در سرحدات افغانستان متوقف شده بود و افغانستان به عنوان یک حلقه مفقوده اتصال خطوط آهن در منطقه وجود داشت و به همین وضعیت مثلا یک مشکل ساز بود برای انتقالات منطقوی خوشبختانه افغانستان حکومت های افغانستان در گذشته پلان های بسیار خوبی را روی دست گرفته بودند برای اتصال منطقوی بخصوص در زمان سردار محمد داود خان رئیس جمهور اسبق افغانستان در از اونجا همراه با یک کمپانی فرانسوی به نام سوفریل قرارداد را امضا شده بود و به اساس از این قرارداد مطالعات امکان سنجی خط آهن از کابل در مسیر قندهار تا هرات و اتصال به سرحدات ایران این مطالعات انجام شده بود خب مطالعات موجود هست ولی متاسفانه بعد از او باز او مشکلات داخلی که در افغانستان به وجود آمد باعث شد که این پلان ها تطبیق نشه و کم کم از امو اهمیت از او تقریبا کاسته شد و جنبه عملی پیدا نکرد در کل در اون زمان اولویت مسیر جنوب افغانستان بود از همونطور که عرض کردم از هرات و قندهار به طرف کابل
که این مسیر بیشتر برای انتقال مسافرین در نظر گرفته شده بود و توجیه اقتصادی داشت. با فروپاشی اتحاد شوروی و ایجاد کشورهای آسیای مرکزی و کشورهایی که تمام از این کشورها مهاد به خشکه هست، اولویت ها هم تغییر کرد. اتصال این کشورها با استفاده از قلمرو افغانستان به بنادر بحری جنوب ایران اهمیت پیدا کرد. در بعد از تحولات دو دهه اخیر در کشور افغانستان، وزارت فواید عامه و بعدن که باز اداره خط آهن تأسیس شد، کلن تمرکز این دو بخش در مورد ایجاد پلان‌های خط آهن در افغانستان بود، با اشتراک افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی و ای که افغانستان عضویت بسیار از سازمان‌های مهم منطقه‌ای را داره، از قبیل سازمان کرک، سازمان اقتصادیست، سازمان اکو، سارک و همینطور در شانگهای که بنوان ناظر اشتراک میکنن. کلن در این کنفرانس ها مسائل اتصال منطقوی مطرح شد و با توجه به ضروریات ملی و منطقوی، وزارت فواید عامه و اداره خط آهن افغانستان پلان انکشافی خط آهن افغانستان را ترتیب کرد و او را روی دست گرفت. به اساس از این پلان ما 4 کوریدور یا 4 دهلیز داریم. طول مجموع شبکه ما که ما باید پیش رو داریم که را اعمار کنیم در حدود 5000 کیلومتر هست که شامل 4 دهلیز یا کوریدور میشه. کوریدور اول ما از سرحد ایران در ولایت هرات آغاز میشه و با عبور از ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان و بلخ و قندوز به شیرخان بندر وصل میشه و کشورهای آسیای مرکزی را با استفاده از این کوریدور وصل میشن به بنادر بحری جنوب ایران و همینطور با استفاده از شبکه خط آهن ایران به کشور ترکیه. و از طرف دیگه باز هم کشورهای اروپایی و کشور ترکیه و ایران با استفاده از این کوریدور میتونن وصل شون به چین از طریق تاجیکستان، قرقیزستان. یکی از کوریدورهای بسیار مهم هست که بر ما اهمیت ترانزیتی را بسیار زیاد داره و علاوه بر ازی که ولایت سمت شمال افغانستان به این کوریدور وصل میشن. خب جناب وزیر اقتصاد، اجازه بدین در این مورد یک سوال مطرح کنم. کار عملا شروع شده و یا فعلا هم در طرح هستن؟ خب این که پیشرفت از این کوریدور رو در چه مرحله هست هم میشه که من همینجا هم صحبت کنم، ولی اگر 4 کوریدور رو عرض کنم که در کجا هست و بعد از او باز ببینیم که چه کار پیشرفته. کوریدور دومی که ما داریم از ولایت هرات شروع میشه و در مسیر فراه، زرنج، هلمند، قندهار و قلات تا کابل با عبور از ولایت لوگر وصل میشه. کوریدور دوم ما هست. کوریدور سوم کوریدور شمال جنوب هست که از طریق قندوز، بغلان، طرف بامیان و پروان و کابل به کابل وصل میشه. و کوریدور چهارم یک کوریدور مرکزی هست که از کابل را از طریق ولایت مرکزی به غرب کشور وصل میکنه. این 4 کوریدوری هست که مجموع شبکه خط آهن افغانستان را تشکیل میدن. طبعا خطوط آهن با توجه به اینکه یک پروژه های بسیار با قیمت گزاف اینا اعمار میشن و مصارف هنگفت را میطلبه، ضرورت هست که باید مطالعات تکنیکی در 2 مرحله انجام شود. مطالعات پری فیزیبیلیتی استدی یا امکان سنجی مقدماتی هست و مطالعات فیزیبیلیتی استدی یا مطالعات امکان سنجی اقتصادی، تکنیکی اقتصادی. تقریبا اکثر، یعنی در حدود 60% از این پلان شبکه خط آهن ما مطالعات مرحله اول از او انجام شده. یعنی در سال 2010 مطالعات هرات، او کوریدور اول ما که از هرات به شیرخان بندر وصل می شد، این مطالعات انجام شد. از هرات به طرف کابل مطالعات ما تکمیل شده و یک سروی هم از جلال آباد در مسیر کابل تا قندوز مطالعات هم صورت گرفته است. در مطالعات مرحله دوم
ما در سال 2016 مطالعه اساسی از آقینه که ترکمنستان بس میکنه یک سه جانبه در چوکات خطاهن سه جانبه ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان این مطالعات تکمیل شده، آماده مرحله ساختمان هست و دیگه مسیری که از هرات به طرف کابل داریم. این مجموعه مطالعات ما بود که تکمیل شده و آماده ساختمان است و همینطور قندهار سپین بولدک این مطالعات از او هم مسیریابی شده، تکمیل شده است. از با توجه به شبکه خط آهن که داریم، ما تقریبا در حدود از 11 نقطه در سرحدات خود میتونیم با خطوط آهن کشورهای همسایه ما وصل شویم که بعض در بعضی از این نقاط فعلا خطوط آهن کشورهای همسایه ما موجود هست و در بعضی نقاط دیگه دو طرف پلان دارن که خطوط آهن خود تا این نقاط برسانن، ایجاد کنن. بله ایجاد کنن. اگر بخوام که اشاره کنیم میشه که شیرخان بندر هست که هر دو طرف تاجیکستان و افغانستان در نظر دارن که خط آهن در اونجا ایجاد کنن. باز یک نقطه مرزی دیگه هست که تحت بررسی و مطالعه هست که قرار است که با تاجیکستان خطوط آهن وضع شود. با کشور ازبکستان از طریق بندر حیرتان هست، با کشور جمهوری ترکمنستان از دو نقطه آقینه و ترغندی وصل میشه، با کشور ایران از طریق چای سرخ یا شنتیخ که میگن در ولایت هرات و همینطور از طریق زرنج باید اتصال پیدا کنیم، با کشور جمهوری پاکستان از طریق بارامچه که تحت مطالعه ما قرار داره، از طریق سپین بولدک، ترخم و بندر غلام خان در نظر هست که خطوط آهن وضع شود. بیشترشان این نقطه‌ای که شما اشاره کردین دو کشورها ایجاد شدن و یا کم ماندن که ایجاد شوند، یک مشکلی هستن که گویا افغانستان باید اول ایجاد کنن این خطر. ببین در فعلا در با پاکستان سپین بولدک و ترخم خب دو طرف در نظر دارن که بسازن، یعنی تا در قندهار سپین بولدک در اونجا شبکه خط آهن پاکستان تا چمن وجود داره، بر اساس یک تفاهم‌نامه‌ای که ما با پاکستان داریم 11.5 کیلومتر خط آهن دیگه ای باید ساخته شود و از قندهار تا سپین بولدک در حدود 95 کیلومتر ایره اداره خط آهن افغانستان در نظر داره که ساختمان زیره بسازه که فعلا هم مراحل تدارکاتی و مسائلش روی دست هست که او را کار کنیم و در جاهای مختلف هم ترسیم. مثلا در زرنج فعلا وجود ندارد شبکه خط آهن ایران و افغانستان هم ندارند، ولی در پلان هایی که ما روی دست داریم هر دو طرف در نظر این هست که با استفاده از او موافقتنامه سه جانبه چابهار خط آهن هم از چابهار تا زرنج امتداد پیدا کنه و در سمت شمال افغانستان اکثر بنادر موجود هست. فعلا آقینه اخیرا افتتاح شده و ترهندی هم از قبل وجود داشته. خب یک توافقنامه که سال 2002 فکر می کنم توافقنامه مطالعات توافق امضا شدن خط آهن ایران، افغانستان، تاجیکستان، قزاقستان و چین، گفته شدن که در 2016 باید کار عملی شروع شوند. شروع شدن در این پنج کشور؟ ببینید این خط آهن که در اصل همون مسیر پنج جانبه هست که ما در چوکات بنوان مسیر پنج جانبه ایره تحت بحث و مذاکره داریم که پنج کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و چین و هدف اتصال دو نقطه ایران و چین از طریق افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان هست که به عنوان یک کوتاه‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر ترانزیتی در سطح منطقه مطرح است. البته این مسیر علاوه بر ازی که به عنوان مسیر پنج جانبه یاد میشه از دو تا از کریدورهای مهم سازمان کرک هم از این طریق عبور میکنه که از این مسیر هست و یکی از کریدورهای سازمان ایکو، یعنی این در چوکات برنامه های مختلفی شامل هست. در سال 2010 مطالعات از این شروع شد، مطالعات مرحله اول یا پری فیزیبیلیتی استدی از اینا انجام شد، تکمیل شده
و یک بخش دیگه از او هم پیشتر که عرض کردم از آقینه شبرغان تا شیرخان بندر و قندوز این مطالعات هم تکمیل شد. خب از اینکه یکی از نیازهای اساسی خطوط آهن با توجه که بسیار پروژه های پرقیمت هست مسائل بودجوی از او مطرح هست. طبعا پروژه های به این بزرگی و به این وسعت این امکان تمویل و ساخت از این توسط یک کشور و بخصوص که افغانستان هم که با مشکلات اقتصادی مواجه هست امکان پذیر نیست و بحث ها سر از این جریان داره که چه مکانیزمی را برای تمویل این پروژه ها ما باید در نظر داشته باشیم. جناب استاد حساب یعنی دقیقاً که پروژه های پرازینه هستند باید ما دونری داشته باشیم در این بخش و یا هم از بودجه داخل کشور استفاده کنیم که بیشتر امکانشان کمتر هستند. همین پروژه‌ای که بین 5 کشور هستند تقریبا 2100 کیلومتر هستن و بیشترشان در افغانستان در خاک افغانستان هستن که 1100 چند کیلومترشان هستن. اگر به این شکل پرسش مطرح شود که گویا افغانستان با کدام کشور یا با کدام دونر در این مورد صحبت کردن که بیشتر خط آهنی که در داخل افغانستان است وصل از این 5 کشور صورت گرفتن با کسی تماس در تماس هستیم؟ بله. از سالهای قبل در رابطه به مکانیزم تمویل پروژه ها صحبت های در هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقوی صورت گرفته. همونطور که عرض کردم که چون این کوریدور یکی از کوریدورهای مهم سازمان کرک هست در اجلاس سازمان کرک بارهای این پروژه در از اونجا مطرح شده شامل پلانهای از او هست و اونا ایرا در پلان خود دارن برای مسائل مالی ازی و ضمن از او ما با کشورهای همسایه هم در این رابطه در رابطه به مکانیزم تمویل از این صحبت هایی شده. از جمله در سفر اخیر جلالت ما رئیس جمهور یک تفاهم نامه یک موافقت نامه که امضا شد در رابطه به مکانیزم تمویل همین پروژه بود که خوشبختانه او امضا شده و کلا یک گام به سمت جلو هست برای تمویل این پروژه. دو کشور موافقه کردن که با توجه به اهمیتی که این پروژه داره یک کنسرسیوم ایجاد شود و این با جذب کشورهای سرمایه گذار در از این سیستم مشارکت و در از این کنسرسیوم اما منابع مالی مورد نیاز بر از این را جستجو کنند. خب از این که اما سقف قرضگیری حکومت افغانستان با مسقف مجازش رسیده امکان از این که ای با استفاده از منابع مالی سایر کشورها و بانکهای جهانی و بانکهای بین المللی امکان تمویل از این باشه بیشتر هست. دیگه به این اساس به اساس از این موافقتنامه امید بیشتری هست که برای اینکه ما بتانیم مسائل مالی از این پروژه را حل کنیم. چه مقدار بی باشه معلوم هستن؟ البته قیمت دقیق از این مطالعات در صورت انجام میشه وقت انجام میشه که اما مطالعات تکنیکی اقتصادی از این تکمیل شود. ما اونطور که اشاره کردم یک بخش از مطالعات از شبرغان تا هرات باقی مانده و قرار است که به زودی اگرچه یک سروی قبلا هم شده و به اساس از این موافقه که صورت گرفته یک تیم تکنیکی از ازبکستان هم قرار است که اونا بیاین و این مسیر یک بررسی تکنیکی انجام بدن و بعد از اون مرحله باز میشه که قیمت از این تثبیت شود و حال اگر ما هر قیمت را مطرح کنیم یا ای که نام ببریم از اون قیمت شاید دقیق نباشه و مشکلات بدی داشته باشه. مطالعات ابتدایی که صورت میگیره ده ای باز تعیین مقدار مصرف معین نیست. نه خیر، ما عرض کردم که دو مرحله مطالعات داریم. یکی مرحله مطالعات مقدماتی که در این مرحله اما مسیر اتصال فقط به شکل عمومی بررسی میشه و ای که آیا این مسیر چه مقدار حجم انتقالات خواهد داشته باشه و ای که مثلا آیا این مؤثر خواهد بود از نظر مسیر انتقالات و اما اقتصادی بودنش یا نه. باز در صورتی که در این مرحله مثبت ارزیابی شوه مرحله دومش با جزئیات بیشتر هست. طول مسیر چقدر خواهد باشه، مسیر تثبیت میشه در ساحه، به چه تعداد ساختمان های انجینری ضرورت داره، تونل ها، پل ها و کلن حجم
کندن کاری و مسائل تکنیکی انجینری که هست در اونجا تثبیت میشه. با استفاده از این پارامترها امکان تشخیص و تثبیت قیمت پروژه موجود میباشه و قبل از این مرحله هر قیمتی که گفته شده دقیق نیست و قیمت تخیلی خواهد. خب متاسفانه یک مشکلی که شما هم روشن اشاره کردید مشکلی پولی هستند که افغانستان به او حد و یا در او سطح نیستند. مشکل دیگه که ایجاد شدن بالای روی کار امی خط آهن مسائل امنیتی بوده؟ ببین موضوعات امنیتی را از دو بود باید بررسی کنیم. یکی ناامنی های سیستماتیک و سازماندهی شده هست که هدف این نوع ناامنی ها عدم تحقق پروژه ها و جلوگیری از تطبیق پروژه ها هست. اونا خب بحث جدایی داره. در زیر رابطه ما در پروژه های دیگه هم که موجود بوده حکومت تدابیر خاص خود داره. یعنی بیشتر شما مواجه شدین با این نوع؟ نه خب ببین خب در تمام عرصه ها دشمنان افغانستان کوشش به این میکنن که مانع پیشرفت مردم افغانستان و کشور افغانستان شده. یعنی این یک بحث انکار ناپذیر هست. بر از این نوع ناامنی ها وزارت محترم داخله همونطور که در سایر پروژه ها همکاری داشتن و فعلا پروژه هایی را که ما در بخش خط آهن تحت کار داریم تامین امنیت صورت گرفته تدابیر خاص خود را ایجاد گرفته خواهد شد. بخش دیگه مسئله امنیت مسائل نابسامانی های اجتماعی و از که مشکلات اجتماعی هست که ناشی از فقر و بیکاری مردم میشه. ما عقیده داریم که با ایجاد خطوط آهن در افغانستان زمینه فقر زدایی به وجود میاد و بخصوص مردمی که در مسیر از این خطوط آهن در اونجا زندگی میکنن، قریه هایی که از ولسوالی هایی هست، با جذب این مردم در فعالیت های خط آهن امکان معیشت و رفاه زندگی برای اون مردم فراهم میشه و اونا خود از او سهم خواهد گرفت در تامین امنیت پروژه های خط آهن که ما نمونه های از این را داشتیم بخصوص در ولایت هرات که خط آهن ما در از اونجا تحت کار بود. از اون مردمی که در مسیر قریه زندگی میکردن، اون جوانانی که اونا مصروف کار نبودن مصروفیت پیدا کردن در پروژه های خط آهن و از اون فعالیت خطوط آهن در اونجا راضی بودن و ما این توقع رو داریم که در تمام خطوط آهن این باعث امنیت خطوط آهن شد. یک وقفه کوتاه داریم اگر اجازه باشد. در مورد اون که استاد ملتیا وارم بیاره گرسیم.